ګلونو په ګډیو میګې دینو بدلې په هیواد مې به نام خداوند مهربان. بیننده های عزیز سلام بر شما، به برنامه میهن من از ولایت پنجشیر خوش آمدید. بیننده های عزیز، برنامه امروزی ما را روی کمک های خیریه در ولایت پنجشیر پس از تحول اخیر در کشور تهیه نموده ایم. امید تأخیر برنامه ما را همراهی نمایید. پس از تحول جدید در افغانستان، دامنه فقر و بیکاری در کشور گسترده تر شد و شهروندان کشور نیاز بیشتر به کمک و دستگیری پیدا کردند. در این برهه اساس، سازمان‌های امدادگر، موسسات خیریه، نهادهای کمک کننده و اشخاص خیر مردم بی‌وزات افغانستان را تنها نگذاشتند. کمک‌های بشردوستانه را با همکاری و هماهنگی نهادهای دولتی به مردم رسانیدند. ولایت پنجشیر که در تحول اخیر نسبت به دیگر ولایت کشور آسیب‌پذیری بیشتر داشت و مردم این ولایت بی‌جا شده بودند، نیازمند کمک و همکاری بودند. مسئولان محلی ولایت پنجشیر میگویند در این ولایت 19,000 خانواده نادار کمک مواد غذایی و نقدی شدند. بعد از سقوط جمهوریت و برپایی امارت اسلامی در ولایت مردخیز پنجشیر کمک های زیاد سرازیر شدگی است. از طریق ریاست مهاجرین به همکاری ریاست مهاجرین پنجشیر ما گفته میتونم که در حدود 19,000 فامیل در ولایت پنجشیر بعد از برپایی امارت اسلامی از طریق ریاست امور مهاجرین کمک شدگی است. یقینا هر گونه کمکی که در شرایط فعلی به مردم مسلمان، مؤمن، متدین پنجشیر میشه مفید است، سازنده است. مردم ما دمی اواخر همگی امو هست و بودشان از دست دادن، کمک ها مفید است. در شکی نیست ما امیدوار هستیم که کمک ها بیشتر هم شود، هم در کابل برای مردمی که از پنجشیر رفته اند، در کابل بیجا شده اند، امریکا در پنجشیر، و این کمک ها بیشتر مواد غذایی بوده و بیشترین کمک هم کشیده از طرف سازمان غذای جهان شدگی است. دیگه یک برنامه 4 ماه داشتیم که 4 ماه مسلسل میداد برای فامیلا 4,000 نفره، و یک برنامه دیگه داشتیم 6 ماه است که او فعلا دم 3 ماهش باقی مونده، 3 ماهش دادیم، 10,400 نفر است تقریبا. یه از طرف سازمان غذای جهان است. دیگه یک مقدار کمک های دیگه کمک های نقدی بوده که از طرف مؤسسه یونسیار بود، اصلا تمویل کننده اش یا یونیسف بود، دیگه DRC یا این مؤسسه ها بودن که کمک های نقدی هم داشتیم. دیگه این کمک ها گفتم مفید بوده، سازنده بوده. یک تاجر ملی که از ولایت پکتیا بود، غالبا برادرمان در اینجا آمد، در پنجشیر آمد، کمک های راود برای 60 فامیل، برای 60 خانواده که شامل آرد بود، برنج بود، شکر بود، لوبیا بود، اونا برای ما کمک کردن. کمک های احمدیار خوشبختانه که در سالهایی که داشتم بوده که به مردم پنجشیر کمک میکردن بر عنوانی که بود، این سالم کمک های احمدیار به پنجشیر او از طریق ریاست معارف کمک شد، مخصوصا به ویژه او کمک ها برای معلمین بی بضاعت و معلمین بود که چیزی نداشتن. از او کمک ها هم که از طریق ریاست معارف صورت گرفتگی است ما تشکری میکنیم، قابل قدر است. آمار دقیقش برای ما معلوم نیست چون از طریق ما نشده، ولی قابل قدر است. خواست ما از تجار ملی ما نینمی است که دینمی شرایط دمی شرایطی دشوار باید به کمک مردمشان برسن، چی در خارج هستند چی در داخل هستند. این مسئولیت دینی ما هم است و رسالت انسانی، ملی و اخلاقی ما هم است که در برابر مردم ما مسئولیت داریم. این مردم امروز باور داشته باشین، ایره یقین داشته باشین که مردمی که در پنجشیر فعلا زندگی میکنه قدرت و توانایی رفتن به کابل و پس آمدن ندارن، و این مردم همیمان در برابر این مردم مسئولیت داریم، رسالت داریم که به هر شکلی که مواد غذایی کمک کرده میتونیم، پولی نقد کمک کرده میتونیم، دیگه هر چیزی کمک کرده میتونیم، اما مسئولیت ها و رسالت های ایمانی، وجدانی، اخلاقی و اسلامی ما در برابر از این مردم باید ادا بکنیم. عامر عامرت امور مهاجرین ولایت پنجشیر میگوید
دامنه فقر و تنگدستی در ولایت پنجشیر نسبت به دیگر ولایت کشور گسترده تر است و مردم این ولایت در تحول اخیر آسیب‌های زیاد دیدند و از همین رو نیازمند کمک‌های بیشتر خیریه اند. خواستی بشر دوستانه و خواستی احترامانه از امارت اسلامی اممی است و از مؤسسات بیرونی و داخلی اممی است که در شرایط فعلی همه مردم افغانستان نیازمند هستند و مشکل اقتصادی روبرو هستند. ولی در مابین 34 ولایتی که در افغانستان وجود داره بیشترین آسیب و بیشترین ضرر مردم پنجشیر دیدگی است. خواستی مهمی است که همه مؤسسات بیرونی، مؤسسات داخلی، مخصوصا از امارت اسلامی خواست ما نینمی است که این رسالت انسانی ما است و رسالت ایمانی ما است و این حق مردم ما است که ما باید به داد نینمی مردم برسیم. و نکته دیگه ای است که ما در پنجشیر که زندگی میکنم میبینم به خدای باور داشته باشی، اعتقاد و باور داشته باشی که مردم ایره ما در این پنجشیر میبینم که گفتم اینه نانی که برای شبش داره برای چاشتش دیگه نان نداره بخوره. در این ریاست مراجعه میکنن که برای ما یک لقمه نان داده شوه، یک بوجی آرد داده شوه، اشکشان میریزه، ولی ما برای چیزی برای کمک کردن نداریم. خواست ما اینه می است که هم تجاری ملی مان، هم مؤسسات خارجی، هم مؤسسات داخلی و هم امارت اسلامی دیگه توجه بیشتری به مردم پنجشیر و مردم بی‌بضاعت و مردمی که مشکل دیدن، خواست ما اینه است که توجه بیشتری بکنن به این مردم. با آنکه با سقوط حکومت پیشین بیکاری و ناداری که قبلا نیز دامنگیر باشندگان کشور بود و بیشتر شد، باشندگان ولایت پنجشیر نیز آسیب‌های جدی دیدند. رئیس رسیدگی به حادث طبیعی ولایت پنجشیر می‌گوید باشندگان این ولایت در هنگام جمع‌آوری حاصلات زراعتیشان از این ولایت بی‌جا شدند و نتوانستند با آنچه بخش از مصارف خانواده‌هایشان را به پیش می‌بردند جمع‌آوری نمایند. شما بهتر می‌فهمید که بعد از اینکه تحول در پنجشیر آمد طبیعی است که ما شاهد حوادث غیر طبیعی بودیم. به جا شده های ناشی از حوادث طبیعی که جنگ باشد در هم در سطح ولایت پنجشیر از یک ولسوالی به دیگر ولسوالی و همینطور از پنجشیر به کابل بودیم و سطح متاسفانه به خاطر این حوادث سطح نیازمندی ها و مستحقین و افراد و خانواده های آسیب پذیر و متضرر بیشتر شد. ریاست حوادث در کنار سایر ادارات ولایتی زیر کمیسیون حالت اضطرار در از مقام ولایت، ما به تمام شهروندهای ولایت پنجشیر در حد توان کمک و تلاش کردیم. مثلا وزارت مبارزه با حوادث در حدود 4500 خانواده را زیر پوشش گرفت که بر هر خانواده یک بوریارد 50 کیلویی توزیع کردیم در بعد از تحول و همینطور در حدود 5000 بیشتر از او ریاست مهاجرین توزیع کرده و در حدود 3000 و چند صد خانواده هم سرمیاشت کمک کرده. البته به اضافه از اینکه مؤسسات متعدد غیر دولتی هم کمک کردین به ولایت پنجشیر، اما اینا بسنده نیست چون هم فقر فراگیر و گسترده هست و هم حوادث طبیعی اندک ولی غیر طبیعی بیشتر هست و هنوز هم نشانه های از اینکه حوادث غیر طبیعی کاهش پیدا کنه که کاهش کرده ولی هنوز هم قطع نشده. و از طرف دیگه هم ولایت پنجشیر از لغزر حوادث طبیعی در درجه اول است. جای خوشبختی است که ما در زمستان گذشته و در بهاری که دو ماه گذشته حوادث طبیعی بسیار گسترده اتفاق نیفتاده ولی رابندی مثلا تخریب زمین اراضی داشتیم. این خانواده متضرر هم تثبیت شده، شناسایی شدن و نامایشان در جداول گذاشته شده و همین هم که ما هم را شما صحبت میکنیم از جلسه کمیته اضطرار بیرون شدیم و هنوز هم اون رقم خانواده اوجا بیان شد و قرار است که هفته آینده انشاءالله که با او خانواده هم رسیدگی صورت میگیره، اما یک بوریار داره که ما اختیار داریم به اونا میرسه و باور داریم که تا هفته آینده یک مقدار مواد غذایی مثل برنج اینا هم اختیار ما قرار میگیره. سایر شرکای ما که ریاست مهاجرین است، ریاست الهلال احمر است، اینا مواد غذایی در اختیار داره، انکشاف دهاد هم بستای صحی در اختیار داره، انشاءالله کمک میشه. رئیس رسیدگی به حوادث طبیعی ولایت پنجشیر تاکید میکند
نسبت به فقر پیش آمده باشندگان این ولایت نیاز کمک بیشتر بشر دوستان را دارند و خواهان کمک برای خانواده های نادار و حالات اضطرار در این ولایت می باشد. در مجموع بعد از تحول به هر دلیل فقر گسترش یافته، سطح نیازمندی ها در سطح کشور بلند شده و ولایت پنجشیر از این راه گذر آسیب پذیرتر است. به دلیل از این که ما در کنار فقری که وجود دارد در سطح کشور، حوادث غیر طبیعی که در اینجا وجود داره و ارزگاه اتفاق میفته، کم یا زیاد طبیعی که آسیب به مردم و خانوادهایی که ساکن در ولایت است آسیب می‌رسد و اینا نیازمند کمک هستند و شما حتما در 15 دقیقه که اینا اینجا حضور داشتید تا برنامه ترتیب شد، شما بدیدید که سطح مراجعین چقدر هست. یعنی حد حداقل روزانه در 8 ساعت کاری ما با 120-150 نفر مراجعین سر و کار داریم و اینا هر کدامشان سطوح مختلف، اقشار مختلف است، از دهقان و کسبه کار گرفته تا وارثین شهدا و مستحقین آسیب پذیری. متاسفانه ما منابعی برای دستگیری اینا اندک داریم، اینا به کمک بیشتر ضرورت داره. خواهش ما از هم از حمایت اسلامی و هم از نهادها و مؤسسات غیر دولتی و خیریه و هم از اشخاص خیر و تجار، لطفا دست تمام مردم افغانستان را بگیرند در سطح ولایت و دست مردم پنجشیر که بیشترین آسیب پذیری را دارند، اینا هم به سراغشان و کمکشان. و ما باور دارم که اینا کمک کننده ها هم فضیلت انسانی و معنویشان انجام میدن و هم به رسالت انسانیشان میرسن. بخشی از این کمک ها از سوی ریاست هلال احمر افغانی ولایت پنجشیر صورت گرفته است که توانسته است شماری از جمعیت این ولایت را تحت پوش خدمات خیریه خود قرار دهد. به ادامه کمک های هلال احمر افغانی، ما امروز بر 300 فامیل بیشترین از ولسوالی بازارک و ولسوالی روخه کمک های مواد غذایی میکنیم. این شامل معلولین است، معیوبین است، شامل کسایی هستند که مشکلات اقتصادی جدی دارند و یک دم اجیرای دفترهای کمیج مقیم هستند و قرا و قصباتی که از این دو ولسوالی هم دورتر است، بیشترین وقت عرایز شیجه مونده شامل نمی مردم هستند. 11 قلم مواد خوراکی کمک میشه، دو برجی آرد است، یک قوطی روغن است، مکرونی است، لوبیا است، چای است، بوره است، از قبیل همین چیزا. این کمک به این مردم ها صورت میگیرم و ما کمک های ما در آینده هم ادامه دارم. این کمک ها توانسته از بخشی از مشکلات اقتصادی باشندگان بی‌وضاحت ولایت پنجشیر را حل نماید. ابوبکر صدیق سخنگوی مقام ولایت پنجشیر میگوید مقام ولایت پنجشیر تلاش میکند تا کمک های بیشتر را به خانواده های مستحق در این ولایت فراهم نماید. قسمی که در گذشته نهادهای بین المللی و برخی از تجار ملی همکاری داشتند، کمک کردند، دست کمک پیش کردند به البته مردم پنجشیر، نهادهای ما البته متشکرم. یک چیز را میخوام یادآور بکنم از نهاد غذایی جهان یا WFP، اوچا، OIM، اینا و غیره، نهادهایی که در البته در پس از تحولات اخیر مردم پنجشیر کمک کردند. ما همچنان از نهادهای بین المللی، از نهادهای داخلی و از تجار ملی تقاضا میکنیم به خاطر دستگیری و همکاری با مردم ولایت پنجشیر بیشتر تلاش بکنند. در تحولات اخیر در این شکل نیست که یک مقدار مردم صدمه دیدن، آسیب دیدن و تحولات اخیر هم در شرایطی آمد که مردم نزدیک گرفتن حاصلاتشان بودن و این تحولات یک مقدار این روند به مختل ساخت و به مشکل مواجه ساخت. ما خواهش ما از نهادهای بین المللی و همچنان نهادهای ملی و تجار ملی است که در این شرایط حساس مردم پنجشیر را تنها نگذارن و همکاری داشته باشند. باشندگان ولایت پنجشیر که از این کمک‌های بشردوستانه مستفید شدند خرسند بودند و میگویند این کمک ها می تواند تا مدت به اقتصاد خانواده های ما کمک کند.
این کمک‌های بسیار برای مردم افغانستان و به خصوص به مردم ولایت پنجشیر بسیار مؤثر است. مردم بسیار تنگ دستی و بیکاری و فقر چیز هستند، روان هستند. به همین خاطر دیگه بسیار مؤثر است. دیگه کشورهایی که همین کمک‌ها را برای افغانستان و به خصوص به ولایت پنجشیر میکنن باید این کمک‌های خودان توقف نتن و ادامه بدن که مردم بسیار ضرورت برای زمین تو چیزا دارن. دیگه ما از کشورهایی که کمک میکنن سپاسگزار. کمک هایی که از طرف ریاست سرمیاشت و مردم مرکز ولایت پنجشیر صورت میگیره ما داریم از این مستفید میشیم و بدون شک شما از وضعیت جاری مردم بهتر آگاه هستید که اقتصاد مردم با گذشت هر روز به طرف رکود و فلج شدن میره. دیگه این کمک ها در حالت موجوده بسیار حیاتی است و میتونه که حداقل مواد خوراکی ازی یک ماه کفاف فامیل ها را بکنه. اما با فراگیر بودن مشکلات و نبود امکانات و غذای کافی باشندگان ولایت پنجشیر این کمک ها را ناچیز دانسته خواهان کمک های بیشترند. باشندگان این ولایت تاکید دارند سال گذشته حاصلات زراعتی ما جمع‌آوری نشد، ما با فقر بیشتر نسبت به دیگر ولایت کشور مواجه هستیم. مردم افغانستان به خصوص مردم پنجشیر دولت بسیار بد قرار دارن، وضعیت اقتصادیشون خراب است. این کمک هایی که یک شمول یک بودجه ها داد به مردم پنجشیر بسیار خوب است. ما مواد خوراکی بسیار نداشتیم، داتر نوکر دارم، خودم ریتفیل هستم، کار کردن میتونم. ما تشکری میکنیم از سرمیان که ما کمک کرد. ولایت پنجشیر از جمله ولایت سرسیر کشور به شمار میرود. به نسبت کوهستانی بودن این ولایت زمین های زراعتی در پنجشیر کم می باشد و از همین رو مردم این ولایت اکثر متکی به فراهم نبودن مصارف زندگیشان از طریق محصولات زراعتی نیستند.